آتش عشق تو در سینه نهفتن تا کی، همه شب از غم هجر تو نخفتن تا کی، جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مروای دگر، من که بیمار غم هجر تو ام میدانم، جز وصال تو مرا نیست مداوای دگر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وصلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا خليفة الله و خلیفة آبائه المهدیین و الکهف الحسین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با عرض سلام و تحیت پیرو بحث سابقمون عرض کردم در چهار عنوان صحبت میکردیم راجع به امام زمان سلام الله علیه، آیات شریفه قرآن و اجماع مسلمین، اجماع فریقین از سنی و شیعه و روایات اهل سنت و روایات شیعه. بعضی از روایات شیعه رو عرض کردم، معتبرترین روایات و احادیث روایاتی است که شیعه روایت کردن، بزرگان شیعه، علمای بزرگ شیعه در کتابای خودشون روایت کردن، با اون شرایط و خصوصیات و امتیازاتی رو که عرض کردم. و از زمان رسول اکرم عرض کردم، از زمان رسول اکرم تا حال کتابت و نوشتن روایات و احادیث و ضبط و حفظ حدیث متداول بین شیعه بوده. کتابهایی که در نیمه، بعضی از کتابهایی که در نیمه اول قرن هجری و نیمه دوم قرن اول هجری نوشته شده فعلا موجوده. قبل از این که امام زمان متولد بشه راجع به اون بزرگوار کتابهایی نوشته شده، من جمله کتاب سلیم ابن قیسه، کتابی است که مال مشیخه حسن ابن محبوب. سلیم ابن قیس سال 70 هجری وفات کرده. حسن ابن محبوب، این کتاب مشیخه حسن ابن محبوب که راجع به امام زمان نوشته، حسن ابن محبوب 242 هجری 224 هجری فوت کرده. این کتابا قبل از این که امام زمان سلام الله علیه متولد بشود راجع به اون حضرت کتاب نوشته شده. حالا من چند تا از کتابایی که راجع به غیبته، یعنی کتابایی که راجع به غیبت نوشتن
کتاب غیبت فضل ابن شازان. فضل ابن شازان از اصحاب امام هشتم کتاب غیبت نوشته. کتاب غیبت عبدالله ابن جعفر همیری، کتاب غیبت و ذکر القائم، کتاب غیبت محمد ابن قاسم بغدادی، کتاب غیبت نعمانی، کتاب غیبت حسن ابن حمزه مرعشی، کتاب غیبت کبیر صدوق، کتاب غیبت ابن جنید، کتاب غیبت شیخ مفید، شیخ بزرگوار مفید، کتاب غیبت سید مرتضی علم الهدا، کتاب غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه، کتاب غیبت عوالم. اینا کتابایی است که راجع به امام زمان سلام الله علیه، روایاتی که راجع به امام زمان و غیبت اون بزرگوار وارد شده در این کتابها نوشتن. حالا روایت هم عرض کردم، روایاتی که راجع به اون حضرت فوق حد احساس، یعنی فوق حد تواتره. حالا مقدارش رو عرض کردم راجع به حکومت اون بزرگوار، راجع به ظهور اون بزرگوار، راجع به اینکه در مکه ظهورش در مکه است، بعدن مکه رو فتح کرد، قضایایی که پیش میاد، بعدن میاد مدینه، در مدینه قضایایی که پیش میاد و محل و مستقر و منزل و مأوا و پای تخت اون بزرگوار در کوفه است. روایت زیادی که انشالله بعدن عرض میکنم. حالا ادله عقلیه و نقلیه ای که بر وجود امام زمان، برای امام زمان اقامه کردن، اولا همون ادله، همون دلیل های عقلی و نقلی که دلالت بر امامت عامه میکنه، چون هیچ زمانی از منه، هیچ عصری از اعصار دلیل قائمه که بدون وجود امام نمیشه، امام معصوم باید وجود داشته باشه. هیچ عصری از اعصار دنیا، هیچ زمانی از من دنیا نیست که حجت در اون زمان نباشه. چنان که عرض کردم، این روایتی که سنی و شیعه روایت کردن که لو بقیت الارض به غیر الحجه لساخت به اهلها، اگر زمین بدون حجت باقی بمونه زمین اهلش رو فرو میبره. اگر دو نفر در روی روایت داره از پیغمبر اکرم، دو نفر روی زمین باشن، یک نفر از اونها حجته. روایت، حالا روایت که به جای خودش هم ادله عقلی هم ادله نقلی اقامه کردن، همون ادله دلیل های عقلی و نقلی که اقامه کردن بر که دلالت میکند بر امامت عامه، همونا برای اون ادله دلالت دارن بر وجود امام عصر، ولی یه عصر و غیبت اون بزرگوار که و ظهور اون حضرت. و دلیل هایی که دلالت میکنه، ادله ای که دلالت میکنه بر وجوب معرفت امام زمان، هم ادله عقلی هم ادله نقلی. حالا یکی از روایاتی که سنی و شیعه روایت کردن، این روایت رو از پیغمبر اکرم میفرماید که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کسی که از دنیا بره ولیکن امام زمانش رو نشناخته باشه، مردنش مردن جاهلیت، مثل زمان جاهلیت که قبل از اینکه پیغمبر اکرم مبعوث بشه مردم بت میپرستیدند و حالا مسلک های گوناگون چجوری بودن، چه حالتی داشتن. این کسی هم که ولو این که بعد از بعثت رسول اکرم، ولو این که در زمان غیبت امام زمان اگه از دنیا بره و امام زمانشو نشناسه، مرده است، مرگش مرگ جاهلیت. روایات هم راجع به این مطلب زیاده. بنابراین مطلب زمین خالی از حجت نیست، هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی. و این را چنان که میدونیم شیعه اثناعشری، یعنی شیعه دوازده امامی، عقیده دارن، عقیده شون اینه، معتقد این مطلب هستن که باید امامی رو که جانشین پیغمبر هست خدای تبارک و تعالی تعیین بکنه و به پیغمبر بفرماید، به پیغمبر امر کنه، پیغمبرم به مردم معرفی و نسبش کنه. امامی رو که میخواد رهبری جامعه،
یعنی رهبری سیاسی و رهبری روحانی و دینی مردم رو به عهده بگیره، باید از طرف خدا منصوب بشه. چرا که اون اوصاف و صفات و خصوصیاتی که باید دارا باشه جز خدای تبارک و تعالی که عالم به ما فی الضمایر است کسی دیگه نمیتواند، یعنی ادراک بشر، این ما فوق ادراک بشره، بشر نمیتونه ادراک بکنه، چون دیگران از ما فی الضمیر دیگران، از باطن دیگران اطلاع ندارن. بنده از باطن شما اطلاع ندارم، شما از باطن من اطلاع ندارید. لذاست که خدای تبارک و تعالی است که انه علیم به ما فی الصدور، انه علیم به ذات الصدور، ان الله یعلم ما فی الارض لا یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیزی از خدا پنهان نیست، به همه امور آگاهه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، تمام اون چیزایی که در باطن افراد میدونه، افراد رو میدونه خدای تبارک و تعالی، چون خالق بشره. خالق بشر آگاه به تمام جزئیات و خصوصیات و باطن افراد. لذاست باید همونطوری که پیغمبر رو خدا تعیین میکنه، مردم نمیتوانن فرض کنید پیغمبر انتخاب بکنن، پیغمبر تعیین بکنن، امامی هم که قائم مقام پیغمبره و جانشین پیغمبره باید تمام صفات و خصوصیاتی که پیغمبر داره غیر از نبوت او هم دارا باشه. لذاست جز خدای تبارک و تعالی کسی آگاه به باطن افراد، باطن افراد نیست. و خدا باید، این عقیده شیعه است، اعتقاد شیعه است که امام باید از طرف خدا تعیین بشه و پیغمبر اکرم به امر خدای تبارک و تعالی او رو به مردم معرفی بکنه و نصبش بکنه. امر تو جاری
روایاتی که ما داریم در این مورد زیاده. حالا بخوام اون روایت رو عرض کنم، روایت قدیر، روایات دیگر خیلی زیاده که اون روایات به جای خودش. البته فرقی که پیغمبر با امام داره فرقش اینه که امام علیه السلام، امامی که جانشین پیغمبره، آورنده کتاب و شریعت نیست. یعنی کتاب و شریعت از جانب خدا نمیاره، فقط پیغمبر است که از طریق وحی احکام دین به او ابلاغ میشه و او به پیغمبر اکرم به مردم تبلیغ میکنه. بدون واسطه احدی از بشر پیغمبر اکرم ارتباط با عالم غیب داره به سبب وحی، و خدای تبارک و تعالی به سبب جبرئیل یا فرشتگان دیگر به او وحی میکنه و پیغمبر هم تبلیغ دین خدا رو میکنه. ولیکن امام علیه السلام آورنده شریعت و کتاب نیست، از مجرای کتاب و سنت و به واسطه پیغمبری رهبری اجتماع رو به عهده میگیره. امام، فرق امام با پیغمبر اینه که عرض کردم، یعنی تمام همونطوری که پیغمبرم میفرماد که به امیرالمومنین، این حدیث حدیث منزله، حدیثی است که سنی و شیعه روایت کردن، از پیغمبر اکرم فرمود انت بنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، فرمود تو منزلت و مقام تو نسبت به من همانند منزلت و مقام هارون نسبت به حضرت موسی است. همونطوری که هارون جانشین حضرت موسی بوده، تو هم جانشین من هستی. البته هارون با حضرت موسی هر دو پیغمبر بودند، ولیکن الا انه لا نبی بعدی، بعد از من دیگه پیغمبری نیست، فقط پیغمبری خاتم مختص به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از پیغمبر پیغمبری نمیاد. اما منزلت و مقام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم همانند منزلت و مقام هارون نسبت به موسی است. بنابراین مطلب زمامداری که حالا میخواد رهبری مردم رو به عهده بگیره، این باید از طرف خدا تعیین بشه. رهبری جامعه رو به عهده بگیره باید از طرف خدای تبارک و تعالی تعیین بشه. از نظر جهت صلاحیت و ملکات انسانی و صفات شریفه نفسانی، از نظر عقل، از نظر علم، از نظر عدل، از نظر زهد و تقوا و ورع، از نظر بردباری و عفو و اغماض و احترام به حقوق جامعه، احترام به حقوق مردم، احترام به آزادی مردم، نوع دوستی، کفایت، تدبیر، اطلاع بر دقایق امور دینی و روحانی و کفایت و تدبیر و اطلاع بر تمام امور با صدها شرایط دیگر، باید رهبر جامعه چنین فضائلی رو دارا باشه تا بتونه رهبری جامعه رو به عهده بگیره. حالا این خصوصیاتی که عرض کردم با صدها خصوصیات دیگر رو جز خدای تبارک و تعالی کسی اطلاع بر او نداره. خدایی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، ان الله علیم بما فی الصدور، ان الله یعلم خائنة الاعین و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. این خداست که به باطن افراد، باطن افراد میدونه. حالا یه مطلبی هم هست که بین عموم مردم، این مطلب در ارسله مردم هست و حرف درستی هم هست، میگن بنده شناس خداست و واقعا خدا میشناسه، غیر خدا که نمیدونه که. حالا این مطلب رو هم عرض کنم، سعد ابن عبدالله اشعری که یکی از علمای قمیین هست، در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه، برخورد میکنه با یک مرد ناسبی که از او سوالاتی میکنه و اشکالاتی میکنه که در جواب اون اشکالات میمونه و قصد میکنه که بره پیش احمد ابن اسحاق که وکیل و نماینده امام حسن عسکری سلام الله علیه در قم بوده، که همین مسجد امام حسن عسکری رو هم به امر امام حسن عسکری سلام الله علیه احمد ابن اسحاق ساخته، اصلش رو او ساخته.
وقتی که میاد در منزل احمد ابن اسحاق میگن که الان رفت بیرون به قصد مسافرت به طرف سامرا. خلاصه میره و دهارا در یکی از منازل به او برخورد میکنه و در اون منازل برخورد کرد و بعد او میگه خیر انشالله، برای چی آمدی؟ چی شد؟ مسائلی که خلاصه از پیش اون مسائل هم نوشته بوده که میخواست سوال بکنه، سوالات از مسائل مشکله، این مسائلی هم که این شخص خلاصه سوال کرده بود و یعنی نقض‌هایی که کرده بود و اشکالاتی که به سعد ابن عبدالله اشعری کرده بود و او جواب نتونست سود بده، احمد ابن اسحاق گفت بیا بریم خدمت امام مولایمون امام زمان، او رو بحری میبینی که لاینزف، بحر مواج علم و که غرایب و عجایبش هیچ کم نمیشه و از بین نمیره، بریم خدمت امام. تا میان خدمت امام حسن عسکری میرسن با اون خصوصیاتش که حالا بنده فعلا در مقام بیان اون مطلب نیستم، در حالی که میبینه امام حسن عسکری سلام علیه سلام بعد از اذن دخول، اذن گرفتن و وارد شدن و سلام کردن و تحیت و اینها، حضرت اجازه میده که بنشینن. میشینن، میگن در حالی که امام علیه السلام مشغول کتابت بود و کودکی هم روی زانو اون حضرت بود که امام زمان سلام الله علیه بود، بعد قضایای احمد ابن اسحاق و اینها، اون وقت امام علیه السلام به سعد ابن عبدالله میگه چگونه هستی با اون سوالات و جوابها و اینها؟ گفت همینطور آقاد به جای خودش باقیست. بعد فرمود از فرزندم سوال کن. من جمله از اون سوالات این بود که عرض میکنه خدمت امام علیه السلام که آقا چگونه است که مردم خودشون نمیتونن انتخاب بکنن امام رو، جانشین پیغمبر رو انتخاب بکنن، چون حرفی که اهل سنت میزنن، البته اهل سنت این حرف اول میزدن که جانشین پیغمبر رو باید مردم انتخاب بکنن، اجماع بشه. خب حالا میگن ابوبکر رو مثلا فرض کنید اجماع، البته ادعاست چنین اجماعی واقع نشده، اجماع مثلا اجماع امت بود ابوبکر رو انتخاب کرد. خب ابوبکر رو اجماع، اگه بناس اجماع فرض کنید مردم انتخاب بکنن، پس چرا ابوبکر عمر رو وصیت کرد و نوشت به عنوان جانشینی خودش؟ به چه عنوان؟ به چه عنوان؟ شما که میگید اجماعه باید مردم انتخاب بکنن، چرا ابوبکر انتخاب کرد عمر رو برای خودش و برای جانشینی خودش؟ و حتی همونطوری که نوشتن عثمان مأمور نوشتن بود، در اون حالتی که می نوشت مثلا وصیت و سفارش ابوبکر رو، ابوبکر مثلا از هوش رفت، چند مرتبه از هوش رفته. در این حال اون حرفی که اونجا عمر زد در هنگامی که پیغمبر اکرم فرمود ایتونی به دواتن و قرطاس لأکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا، برای من قلم و کاغذ بیارید تا برای شما بنویسم چیزی رو که هرگز بعدش گمراه نشید، عمر گفتش ان الرجل لا يهجر، این مرد هزیون میگه، نعوذ بالله، نگذاشت بنویسن. اما ابوبکر وقتی میخواست بنویسه دستور داد به عثمان که بنویسه وصیتشو، چند مرتبه بیهوش شده ولی در این حال انتخاب کرده عمر رو بعد از خودش. عمر برای بعد از خودش شورای شش نفری تشکیل داد، شورای شش نفری که امیرالمؤمنین و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و سعد بن وقاص و طلحه و زبیر و اینها رو شش نفر رو گفت بر انتخاب بشن، و اگر سه نفر یه طرف واقع شدن سه نفر دیگه یه طرف، اون سه نفری که در بینشون عبدالرحمن بن عوف، اون قول اونها رو بگید و اون سه نفر رو گردن بزنی. اینطوری انتخاب کرد. این به چه عنوان؟ شما که میگید اجماع باید مردم انتخاب بکنن، چرا شورای شش نفری؟ در این حال شیعه حرفش این است که باید انتخاب از طرف خدا باشه، خدا باید معین کنه و تعیین کنه، انتخاب کنه، به پیغمبر بفرمایند، پیغمبر به مردم تبلیغ بکنه. حالا در اینجا سعد ابن عبدالله به امام عرض میکنه که مولانا چطور مردم نمیتونن خودشون انتخاب بکنن؟ امام فرمود مصلحون ام مفسد، امام مصلح رو انتخاب بکنن یا امام مفسد رو؟ عرض کرد که معلوم امام مصلح رو. فرمود با این مطلبی که افراد از باطن افراد اطلاع ندارن
کسی از باطن دیگری اطلاع نداره. احتمالش هست، امکانش هست که مفسد رو انتخاب بکنن؟ گفت بله احتمالش هست، امکانش هست که مفسد رو انتخاب بکنن. گفت هازا تمام فهیل الا، تمام علت همینه که مردم ممکنه انتخاب بکنن اما انتخابشون فاسد باشه، چون باطن افراد رو وارد نیستن، آگاه به باطن افراد نیستن. چون باطن به باطن افراد آگاه نیستن ممکنه مفسد انتخاب بکنن، اون وقت از این انتخاب چه مفسده هایی بروز و ظهور بکنه که جز خدای تبارک و تعالی آگاهی نداره. لذاست که باید امام رو عقیده شیعه اثنی‌عشریه این است که همونطوری که پیغمبر رو خدا انتخاب میکنه، باید امام و جانشین پیغمبر کسی که قائم مقام پیغمبره او رو هم خدای تبارک و تعالی انتخاب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.